اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین از فراکسیون پارلمانی فتح قتل عام مجاهدان در اشرف را محکوم می کند. رام الله، اول سپتامبر 2013. اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین در یک بیانیه قتل عام مجاهدان اشرفی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری بین المللی برای تأمین حفاظت آنان شدند. قانونگذاران فلسطینی تأکید کردند مسئولیت کامل حفاظت ساکنان لیبرتی بر عهده دولت عراق و ملل متحد است. بنابراین ملل متحد و شخص بانکیمون باید فوراً مداخله و با تعیین یک کمیته حقیقت‌یاب واقعیت این جنایت را مشخص کند. علاوه بر این، ملل متحد باید با اعزام نیروهای حفاظت بین المللی حفاظت این پناهندگان را تأمین کند. اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین مراتب تسلیت خود را به خانم رجوی و به رهبری و اعضای سازمان مجاهدین خلق و خانواده شهدا تقدیم می کند. امضا کنندگان بیانیه اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین نماینده احمد شریم، نماینده دکتر عبدالرحیم برهم، نماینده دکتر نجاح الاستل، نماینده دکتر احمد ابوهولی، نماینده علا یاغی، نماینده ماجد ابو شماله، نماینده ناصر خلیل، نماینده ابو علا یتا، نماینده دکتر نجات ابو بکر، نماینده یحیی شامیه، نماینده جمال حویل، نماینده دکتر سحر القواسمی، نماینده جهاد ابوزنید. بیانیه دولت اسپانیا در محکومیت حمله به اشرف. مادرید، 4 سپتامبر، خبرگزاری اسپانیا. دولت اسپانیا اعمال خشونتباری را که منجر به از دست رفتن جان بسیاری از پناهندگان در کمپ اشرف در عراق شده است محکوم می کند. دولت اسپانیا با خانواده قربانیان ابراز همدردی می کند و خواستار بهبود سریع مجروحین است. وزارت خارجه اسپانیا ابراز امیدواری می کند که مقامات عراقی و یونامی تحقیقاتی را که اجازه بدهد عاملان این بقایع به دست عدالت سپرده شوند به انجام برسانند. اسپانیا اهمیت این که مقامات عراقی باید حفاظت این جمعیت پناهنده را تأمین کنند خاطر نشان می کند. روزنامه لومون. دولت عراق تحت فشار قرار گرفت تا حقیقت درباره کشتار در اشرف را روشن کنید. عناصر جمع‌آوری شده توسط هیئت سازمان ملل با شمارش 52 جسد به یک قتل عام از پیش تحقیقی شده نزدیک می شود و با تصاویر انتشار یافته از سوی مجاهد مخر تطابق دارد. فشار بر شانه‌های نوری مالکی که به ارائه توضیح درباره شرایط منتهی به این حمام خون فراخوانده شده افزایش می‌یابد. لوموند، چاپ پاریس، 13 سپتامبر 2013. سه روز پس از کشتاری که روز اول سپتامبر در اشرف کمپ ایرانیان مخالف رژیم این کشور که بیش از 50 کشته بر جای گذاشت، فشار بر شانه‌های نوری مالکی نخست وزیر عراق که به ارائه توضیح درباره شرایط منتهی به این حمام خون فراخوانده شده افزایش می‌یابد. روز سه‌شنبه 3 سپتامبر، جورجی باستین، نماینده ویژه کنونی سازمان ملل در عراق که از دیداری از کمپ اشرف واقع در 80 کیلومتری شمال شرق پایتخت باز می‌گشت، از دولت بغداد خواستار یک تحقیق با ویژگی‌های بی‌طرفانه، شفاف و بلادرنگ شد. سازمان مجاهدین خلق ایران که از سال 1986 در اشرف حضور دارد با
حکومت عراق را متهم می کند که این حمله را به دستور رژیم تهران متحد اصلی خود در منطقه طراحی و اجرا کرده است. افشین علوی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران تاکید می کند با نزدیک شدن اقدام نظامی محتمل آمریکا علیه حکومت سوریه، وحشت رژیم ایران را فرا گرفته است، زیرا رژیم که در جبهه منطقه‌ای خود را تضعیف شده می‌یابد، حذف مجاهدین را که یک نیروی آسیب زننده در کنار مرز تلقی می‌شوند، ضرورتی فوری می‌داند. دولت عراق بدون آن که توضیح دقیقی درباره شرایط و چگونگی این واقعه بدهد، اتهامات مزبور را رد می‌کند. با این حال عناصر جمع‌آوری شده در محل توسط هیئت سازمان ملل که 52 جسد را شمارش کرده به تز یک قتل عام از پیش تحریزی شده نزدیک می شود. در اطلاعیه ملل متحد تاکید شده تمام کشته شدگان به نظر می رسید آثار جراحت ناشی از شلیک گلوله برتن داشته که اکثراً در ناحیه سر و بخش بالای بدن بوده و دست های چندین تن از آنان از پشت بسته شده بوده است. توصیفاتی که با عکس‌های انتشار یافته از سوی مجاهدین خلق تطابق دارد. پیش از این نیز کمپ اشرف در سالهای 2009 و 2011 با آنکه دولت عراق برای حفاظت از آن که تا سال 2009 بر عهده ایالات متحده بود متعهد شده بود، هدف چند حمله قرار گرفته است. واشنگتن پست: سازمان ملل می‌گوید 52 تن از اعضای مجاهدین خلق در اشرف اعدام شدند. فرماندار اد رندر: مسئولیت حقوقی و اخلاقی آمریکا که از مجاهدین خلق حفاظت کند. واشنگتن پست 3 سپتامبر 2013: سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت حداقل 52 تن از اعضای گروه اپوزیسیون ایران در عراق در آخر هفته اعدام شدند که با محکومیت شدید از طرف حامیان این گروه در واشنگتن مواجه شد. اعضای سازمان مجاهدین خلق پس از اشغال عراق توسط آمریکا با دریافت این تضمین از طرف ارتش آمریکا که محافظت خواهند شد، سلاح خود را تحویل دادند. دولت عراق به طور گسترده‌ای مظنون به دست داشتن یا مشارکت در یک رشته حملات علیه مجاهدین خلق بود، حملاتی که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گرفت. بنابر تصاویر، حمله ی روز یکشنبه به طور خاص وحشیانه بود. جورجی واستین، فرستاده ی سازمان ملل در بغداد که از کمپ اشرف یک روز بعد از کشتار دیدار کرد، طی بیانیه‌ای خشم خود را از کشتار وحشیانه ساکنان کمپ ابراز داشت و به دولت عراق فراخوان داد تا تحقیقاتی را انجام بدهد و به مسئولیت خود برای امنیت ساکنان کمپ اذعان کند. از سوی دیگر فرماندار پیشین پنسیلوانیا اد رندل که از شخصیت‌های برجسته آمریکایی است و از اهداف سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کند گفت او از اینکه سازمان ملل و آمریکا کار بیشتری برای حفاظت از ساکنان انجام نداده بودند وحشت زده است. اد رندل گفت وقتی که نوبت به انجام مسئولیت‌های اخلاقی ما می‌رسد، ما یک مضحکه هستیم. این مسئولیت حقوقی و اخلاقی ماست که از آنها حفاظت کنیم. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه به مقامات عراقی فراخوان داد تا با فوریت عمل کند و این کمپ را علیه خشونت بیشتری یا آسیب رسیدن به ساکنان امن سازد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: قتل عام در اشرف، شماره 28، 13 شهریور 1392. قاسم سلیمانی، سرکرده سپاه تروریستی قدس، در مجلس خبرگان به نقش رژیم در قتل عام اشرف اذعان کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی تروریستی قدس، در جلسه مجلس خبرگان رژیم آخوندی در روز 12 شهریور
به نقش این رژیم در قتل عام اشرف اذعان کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران در روز 13 شهریور در این باره نوشت: سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود و در واقع وعده خداوند محقق شد. این اظهارات مبین شدت نیاز رژیم بحرانزده آخوندی به قدرت نمایی، به خصوص پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری و بالا گرفتن مخاصمات درونی آن است. پاسدار سلیمانی در همین جلسه افسود: ما تا آخر از سوریه حمایت می کنیم. عده‌ای انتقاد می کنند که چرا ما از سوریه اینقدر حمایت می کنیم، که باید در پاسخ آنها گفت: ما به تبلیغات دشمن توجه نداریم، چرا که سوریه خط مقدم است و این واقعیت انکار ناپذیر است. هدف اصلی آمریکا این است که خط را بشکند. پیش از این مقاومت ایران در اطلاعیه‌های متعدد نقش نیروی تروریستی قدس و شخص سلیمانی را در قتل عام در اشرف فاش کرده و از جمله در اطلاعیه شماره 23 در روز 11 شهریور نوشت: قتل عام اشرف توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد. قاسم سلیمانی در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری، ساعت 10:30 شب، به دیدار مالکی رفت. سلیمانی در این دیدار که فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت، در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالکی به توافق رسید. اقدام‌های عملی این حمله پس از سفر سلیمانی آغاز شد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: قتل عام در اشرف، شماره 29، 14 شهریور 92. انفجار، انهدام و سرقت حداقل 10 میلیون دلار از اموال ساکنان اشرف توسط نیروهای مهاجم عراقی. در جریان قتل عام 10 شهریور در اشرف، علاوه بر جنایت علیه بشریت و کشتار و اعدام فراغذایی 52 تن از ساکنان با دستان بسته و برگبار بستن مجروحان بر روی تخت بیمارستان و ربودن 7 تن از مجاهدان، بر اساس ارزیابی‌های اولیه نیروهای مهاجم بیش از 10 میلیون دلار از اموال ساکنان را منفجر کرده یا به آتش کشیده و منهدم کردند. بر اساس این ارزیابی‌ها دست کم 50 خودروی سواری از جمله لندکروز و نیسان و شمار زیادی خودروهای خدماتی، بلند ماشین‌های یخچالدار و تانکرهای آب و سوخت خرجگذاری و منفجر شده است که قیمت آنها به بیش از 1.5 میلیون دلار بالغ می‌شود. انفجار یا به آتش کشیدن تأسیسات و تجهیزات و بنگال‌ها و سالن‌ها و ساختمان‌ها بخش بزرگی از خسارت‌ها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از اجناس و اموال قیمتی ساکنان توسط نیروهای مهاجم به سرقت رفته است.